از کوچه بدر رفته بیان آزدک مو بولی ما. سلام و درود دوستای نهایت عزیز و همراهان همیشگی میدیا پلاس. باز هم من محدث سلیمانی برگشتم با یک ویدیوی جالب و متفاوت دیگر در خدمت شما عزیزان. دوستای عزیز، امروز آمادگی گرفتیم خوبامتو تایید برای تعریف داستان شیرین و زیبای مغول دختر عرب بچه که از محبوبیت خاصی در بین مردم افغانستان و ویژه مردم هزارجات برخوردار است در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که با ما تا پایان این ویدیو همراه باشید و برای حمایت از ما حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگر عضو کانال ما نیستید همین حالا سابسکرایب کردن علامت زنگوله را هم فعال سازید. در ایام قدیم پادشاهی بود که او را پادشاه عرب می گفتند. خواهری صاحب صورت و صاحب جمال داشت به نام سنم بی بی. سنم بی بی قصر تنهایی داشت که 40 دختر خانه در خدمت او بود. روز از روزها سنم بی بی روی خود را به دخترهای دم بخت کرد و گفت که برخیزید و عکس‌های خود را بگیرید که من تماشا کنم. دختران برخواستند و عکس‌های خود را گرفتند و آوردند و بر سر زانوی بی بی بگذاشتند تا او عکس‌هایشان را تماشا کند. یک روز دختران دم بخت هم خواستند که عکس‌های بی بی را ببینند و ازشان خواهش کردند که چی می‌شود که شما هم عکس‌های خود را بگیرید که ما تماشا کنیم. سنم از جای خود برخیست و در پشت پرده رفت و عکس‌های خود را گرفت و به دست دختران دم بخت داد تا تماشا کند. آنها بعد از دیدن و تماشا کردن دوباره عکس‌های سنم بی بی را به سر زانویش بگذاشتند. یک مرتبه بادی وزید و عکس دختر را در هوا قیل کرد و در مابین را در جلو یک سوداگر باشی به زمین نشاند. سوداگر باشه که عکس دید از اسب پیاده گشت و عکس را برداشت و دید که عکس خواهر پادشاه عرب است. عکس در جیب قایم کرد و دوباره اسب سوار شد و سر در بیابان نهاد و می رفت تایی که به شهر پادشاه مغول رسید. سوداگر باشی شتران را در شترخانه برد و مالهای خود را در اتاقها جای به جای نمود. یک بار نفری از طرف پادشاه مغول آمد و گفت که ای سوداگر باشی، برخیز که تو را پادشاه خواسته است. سوداگر باشی از جای خود حرکت کرد و در حضور پادشاه مغول آمد و دست به سینه استاد و خود را به خاک انداخت و گفت ای پادشاه قبله عالم، چی میخواستی؟ پادشاه مغول گفت که در شهر ما رسم است که هر سوداگری که به شهر بیاید با ما چیزی تحفه میدهد. حالا تو برای ما چی آوردی؟ سوداگر باشی گفت ای قبله عالم، من چیزی ندارم که لایق پادشاه باشد. این مال من و این شما، هرچی که میخواهید به دست خود بگیرید. پادشاه گفت هرچی که میدهی باید به دست خود بدهی. سوداگر باشی به فکر فرو رفت که یک مرتبه یادش از آن عکس آمد. عکس از بغل خود کشید و به پادشاه داد و گفت که برگ سبز است و تحفه درویش. عکس که پادشاه دید به یک دل نه که به صد دل عاشقان شد. پادشاه گفت که ای سوداگر باشی؟ گفت بله. گفت عکس به من دادی، باید صاحب آن را به من پیدا کنی و بیاوری. سوداگر باشی گفت ای قبله عالم، این عکس خواهر پادشاه عرب است. امروز تو پادشاه هستی و سپاه داری، لشکر داری، زور و قوت داری، می توانی خواهر او را بگیری. پادشاه با خود گفت که راست می گوید. وزیر خود را طلبید و گفت که ای وزیر، سپاه و لشکر را جمع کن که به شهر پادشاه عرب می رویم. وزیر فوری تبلچین را طلب کرد و سپاه و لشکر را جمع کرد و راه شهر عرب در پیش گرفتند. خاری و مشقت می کشیدن و می رفتن. مدتی چند شبانه روز راه رفتند تا به نزدیک شهر پادشاه عرب رسیدند. در شهر پادشاه عرب دیدبانها در سر دروازه ها نشسته بودند و راه را نگاه می کردند و ناگهان دیدند که از طرف قبل زمین گرد و خاک و خاشاک در هوا بالا شده و سپاه و لشکر زیادی به طرف شهر می آید. دیدبانها دویده و نزد شاه آمدند و او را خبر کردند و گفتند که ای پادشاه و ای قبله عالم، بدان و آگاه باش که از طرف قبله زمین یک سپاه گرانی می آید. پادشاه امر کرد که بروید و دروازه های شهر را بسته کنید و خندق ها را پراب کنید. خدمتی ها و نوکرها دویده رفتند و دروازه ها را بسته کردند و خندق ها را پراب کردند.
سپاه و لشکر مغول به مثل مور و ملخ گردا گرد شهر را بگرفتند و تجرهای خود را برپا کردند. پادشاه مغول نامه نوشت برای پادشاه عرب که ای پادشاه عرب، بدان و آگاه باش که منم پادشاه مغول و به خواستگاری خواهری تو آمدم. اگر به رضایت و رغبت می دهی خوب تا خوب، و اگر نمی دهی تا خاک شهر تو را به توبره نکشم نمی روم. پادشاه عرب که نامه را خوان تمام لشکر و سپاه طلب کرد و گفت که ای برادران، شما چی می گویید؟ لشکر و سپاه گفتند که ما هستیم عرب و او است مغول. ما خوش نیستیم که دختر مغولان ببرد. تا یک چقه خون داریم در رکاب تو می دهیم. پادشاه عرب که یک گپ شنید بسیار خوش شد و امر کرد که دروازه های شهر را باز کنید و خندق ها را خشک سازید. دروازه ها را باز کردند و خندق ها را خشک ساختند و میدان های جنگ را آراسته کردند. چند شب و چند روز جنگ و مقدمه بود و از کشته پشته ساختند و خون به مثل آب در هر دو طرف روانه بود. تا آخر لشکر و سپاه عرب شکست خورد و رو به گریز نهاد. خواهر پادشاه عرب که بدمی کلکین نشسته بود و جنگ تماشا میکرد با خود گفت که ای دل غافل، برادرم کشته میشود، بهتر همین است که برخیزم و بروم. فوری چادر خود را به سر کرد و آمد پیش پادشاه مغول و گفت که ای پادشاه مغول، از یک چقه خون برادرم چی میشوی؟ اگر پادشاهی میخواهی پادشاهی، وگر دولت میخواهی دولت داری. پادشاه مغول گفت که من نه پادشاهی میخواهم و نه هم دولت، فقط تو را میخواهم و تو را به کار دارم. دختر گفت جلو شو تا برویم. فوری دختر را به کجاوه سوار کردن و تبل بازگشتن را زدن و برگشتن تا ای که به شهر خودشان رسیدن. مغول دختر پلو دارد اید چهلو دارد. پادشاه مغول قاضی و مفتی را طلبید و دختر را به خود نکاح کرد و قصر با صفایی با او بساخت. دختر از پادشاه حامله دار شد و پس از آن که 9 ماه و 9 روز و 9 دقیقه و 9 ثانیه سپری شد، خداوند برای وی دختر زیبایی عطا کرد. دختر 1 روزه شد، 2 روزه شد، 2 ساله شد، تا رسید که به سن 12 سالگی رسید. و یک شب که پادشاه مغول به قصر خود آمد، دخترش گفت که ای بابا. گفت بله. گفت باید به مثل قصر خود برای من یک قصر بسازی. پادشاه قبول کرد و صبح وقت نقشکش ها را طلبید تا برای دخترش قصر بسازن. قصر که تکمیل شد، پادشاه به دختر خود گفت که قصر تو را بساختم. دختر در قصر آمد و دید تمام معکولات زندگی که بکار است در قصر موجود است. دختر مغول با 40 دختر خانه در قصر جای گرفت و هر روز جمعه دایره را می گرفت و دایره زده و رقصیده در باغ گردش می کرد. چند وقت که سپری شد، آوازه مقبولی دختر به تمام دولت ها و پادشاهی ها و ولایات پخش شد و از هر طرف که شهزاده ها خبر می شدن با دولت و دارایی بی اندازه به خواستگاری دختر می آمدن و از دم قصر تا دم باغ دورخه و دو قطاره صف می کشیدن و منتظر بودند تا دختر از نزدیک ببیند. خبر از اینها بگذار و از مغول دختر بشنو که یک روز در قصر خود نشسته بود و روی خود را به کنیزان کرد و گفت برخیزید و عکس‌های خود را بگیرید که عکس‌های شما را تماشا کنم. کنیزان برخواستند و عکس‌های خود را بگرفتند و به دختر دادند و او عکس‌ها را تماشا کرد. دختر خانه ها گفتند که ای بیبی، چی می شود که شما هم عکس‌های خود را بگیرید که ما هم تماشا کنیم. دختر عکس‌های خود را گرفت و در دست کنیزان داد و آنها تماشا کردند. در این وقت بود که باد عکس مغول دختر حرکت داد و در کوهی انداخت. از کجا که باب پیرمردی در کوهی زوم می‌زد و چشم آن به عکس افتاد. باب پیرمرد از خر پیاده شد و عکس را برداشت و تماشا کرد که یک مرتبه تیر عشق مغول دختر در صدفک سینه او خورد و از پشت آن به در آمد. پیرمرد خر و تناب را رها کرد و گفت و یا هو و یا من هو و در کوه بالا شد. و هر وقت که گرسنگی بر او غلبه می کرد، عکس مغول دختر را از بغل می کشید و تماشا می کرد و تا 1 هفته هم میل آن به غذا نمی شد.
خب حالا پیرمرد را در کوه و در گردش بگذار و چند کلمه از پادشاه عرب گوش کن. یک روز پادشاه با وزیر خود گفت که ای وزیر. وزیر گفت بله. گفت زود لشکر و سپاه را جمع کن که به شکار می رویم. فوری لشکر و سپاه آماده شدن و به شکارگاه آمدن و تجیرها و خیمه های خود را برپا ساختن. در وقت شکار چشم پادشاه در بغل کوه به بابه پیرمرد افتاد. او را طلب کرد و از او پرسیدن که تو کی هستی و اینجا چی میکنی؟ پیرمرد گفت که من آدمی هستم. شیر خام خوردم و همه جا میگردم. پادشاه گفت در این کوه که تنها میگردی به مطلب نیستی. امر کرد که پیرمرد را بپالن. چون پالیدن عکس مغل دختر از جیب او بیرون کردند و به دست پادشاه دادن. پادشاه که عکس دید گفت ای بابا اگه همین عکس را به من بدهی یک جفت گاو و زمین برای تو بخشش میدهم. پیرمرد گفت که اگر تمام عالم را به من بدهی این عکس را به تو نمیدهم. پادشاه به خشم آمد و خودش را معرفی کرد. پیرمرد که گپ را فهمید عکس دختر را به پادشاه داد. پادشاه به قصر آمد و عکس را تماشا میکرد که یک مرتبه پسرش از دروازه در آمد و عکس را گرفت و به یک دل نه به صد دل در آن عاشق شد. بخی گلانم خشک شده بود. خب دوستای عزیز اگر شما ویدیو رو لایک نکردین همین حالا لایک کنین و اگر عضو کانال ما نیستین حتما سابسکرایب کرده علامت زنگوله رو هم فعال سازید و تو وقت من یک شوب چای میخورم و با هم ادامه داستانه میخونیم. عرب بچه به پدرش گفت که باید این عکس به من بدهی. پادشاه گفت که من صاحب این عکس را نمیشناسم. عرب بچه گفت که برایم اجازه بده تا من صاحب عکس را پیدا کنم. پادشاه گفت که اختیار داری. عرب بچه به طویله از پا رفت و اسب پیدا کرد و خورجینی را برداشت و پای در رکاب اسب گذاشت و خدا را به یگانگی یاد کرد و راه قبله زمین را در پیش گرفت و خاری و مشقت میکشید و میرفت. بعد از چند روز و چند شب اسب از پای در آمد و دست و پای عرب بچه نیز از گرسنگی و تشنگی سست شد و به لرزه آمد و قوت زندگی از جان او رفت و هرچند که تماشا می کرد هیچ گونه آبادانی ندید که ندید. چون قدرت نداشت به هوش بیافتاد. از قضای فلکی چوپانی رمه گوسفند را از آن سمه آورد و دید که یک چیزی سفید می زند. دویده آمد و دید که جوانی افتیده و خورجینی در سر دل آن بسته است. چوپان دست خود را به خورجین زد دید که همه لعل و جواهر است. چوپان با خود گفت که یک تیاق چوپانی به سر آن می زنم و نفس آن را خلاص می کنم و خورجین را با خود گرفته می روم. تیاق را بلند کرد که بزند که یک مرتبه رحم خدا بر دل آن افتاد و خدا را یاد کرد و با خود گفت که ای دل غافل به خاطر دو قران جیفه دنیا داری نباید یک جوان را بکشی. فوری عرب بچه را در شانه خود گرفته و نزد مادر خود آمد و گفت که هر دوستی و مهربانی که داری به حق همین برادر من بکن که جورو تیار شوه. پیرزن فوراً چیز را آماده کرد و در حلق عرب بچه انداخت تا همی که بوی طعام در کواره عرب بچه رسید جورو تیار شد. عرب بچه برخاست و نشست و شکمش را جانانه سر کرد. پیرزن به عرب بچه گفت ای جان مادر حالا بگو که چی به کار داری؟ عرب بچه گفت ای مادر به همین عکس عاشقم اگر صاحبان را به من نشان بدهی خوب می شود. پیرزن گفت که من زن هستم و در خانه چی می دانم که صاحب این عکس کیست و در کجاست؟ برادر تو در کوها و ملکای زیادی گشته شاید که او خبر داشته باشد. عرب بچه که این گپ را شنید فوری لباس شاهانه را کشید و یک دست لباس چوپانی و بر خود کرد و پیش چوپان آمد و گفت اگر صاحب همین عکس را به من نشان بدهی خوب می شود. چوپان که عکس را دید گفت صاحب این عکس همینجاست و اون قصر از صاحب عکس است و از مغول دختر. عرب بچه که این گپ را فهمید بسیار خوش شد و فوری شکنبه گوسفند را گرفت و سر چشمه آورد و پاک شست و شد و چپه کرد و بر سر خود کشید و مندیل را محکم بست و خود را به شکل و شمایل کلی بیموی در آورد. عرب بچه راه قصر مغول دختر را در پیش گرفت و دم دروازه قصر آمد و دید که تمام شهزاده ها برای خود خانه های از نی ساخته است و منتظر برآمدن مغول دختر هستند. عرب بچه که این صحنه را تماشا کرد به فکر فرو رفت. در این وقت چشم آن به یک کچل افتاد که برای خود خانه از نی می سازد.
عرب بچه با خود گفت که جای من هم در اتاق کچل است. نزدی کچل آمد و گفت که السلام علیکم، مانده نباشی. کچل گفت زنده باشی. عرب بچه گفت کدام مهمان میخواهی؟ کچل گفت بله. عرب بچه و داخل خانه نیی کچل آمد و گفت که کدام خوردنی بیار. کچل گفت امشب چیزی به خوردن ندارم، انشالله فردا شکمی تو را سیر میکنم. عرب بچه گفت البته فردا قافله تو از کدام طرف می آید؟ کچل گفت همین جوان ها و شاهزاده ها را می بینی؟ گفت بله. گفت فردا جمعه است و مغل دختر از قصر خود بیرون می شود که با باغ خود گردش کند. وقتی که چشم جوان ها و شاهزاده ها با مغل دختر بیفتد، همگی بیهوش می شوند و دیک های گوشت و پلو آنها می ماند و من می روم و هرچی که خواسته باشم می آورم و شکمت را سیر می کنم. عرب بچه شب را به گرسنگی به صبح رساند. سری صبح که آفتاب نیش زد، مغل دختر همراه 40 دختری دمی بخت از قصر بیرون شد و دایره و رقصیده با باغ رفتن. شهزاده ها که مغل دختر را دیدن همه بیهوش افتادن. کچل روی خود را به عرب بچه کرد و گفت که زود برخیز که دیگ های گوشت و پلو بیاریم. عرب بچه برخواست و همراه کچل چند دیگ گوشت و پلو آورد و به خوردن مشغول شدن. عرب بچه که چند لغمه غذا خورد، روی خود به کچل کرد و گفت بیا که همراه تو به باغ مغل دختر برویم. عرب بچه همراه کچل به پشت باغ مغل دختر آمدن و عرب بچه دید که مغل دختر بالای چپرکد خود نشسته و 40 دختر دم بخت در کنار او بازی میکند. دل عرب بچه به جوش آمد و گفت که مغل دختر تهی باغه، سری زلفا پر از زاغه، میانی دخترها تاغه، بیا نازک مغول من، بیا نازک مغول من، بیا خرمان گل من. عرب بچه که بیت ها را گفت، یک مرتبه نظر مغول دختر به او افتاد و دید که کلی در سر دیوار باغ نشسته و بیت می خواند. دختر روی خود به کنیزان کرد و گفت برخیزید و آن کل را نزد من بیاورید. عرب بچه خود را از سر دیوار باغ پایین انداخت و آن طرفتر استاده شد و باز دلان به جوش آمد و بعید دیگری گفت که مغل دختر هیکلدار تکیه کرده بران دیوار، عرب را میگه بیت المال، بیا نازک مغول من. مغل دختر که بیت ها را شنید با خود گفت که مادرم همیشه می گفت که عرب ها ماما خیلی دوست. نکند این کلی بیموی همان عرب باشد و از قوموی مادرم. کنیزان را گفت او را صدا کنید. هرچند صدا کردن عرب بچه از جای خود حرکت نکرد. مغل دختر با دست خود به طرف بچه اشاره کرد. عرب بچه دویده دویده نزد مغل دختر آمد و مغل دختر به کنیزان خود گفت که این بیچاره بی خبر و درمانده و بی نوا چیزی نخورده، برایش انگور بیاورید. عرب بچه که یک دانه انگور به دهن خود کرد، دل آن به جوش آمد و گفت که مغل دختر گلگلی، میانی باقی انگوری، مغل دختر تو مقبولی، بیا نازک مغول من. عرب بچه که این بیت را بگفت، مغل دختر کنیزان را گفت که این بیچاره عاجز نان نخورده، برش نان بیاورید. کنیزان دیگه پلاو را آوردن و عرب بچه که یک لقمه برنج به دهن خود کرد، یک مرتبه دل آن در جوش آمد و بیت دیگری گفت که مغل دختر علاو داره، ته دیگچه پلاو داره، عرب بچه بخاو داره، بیا نازک مغول من. مغل دختر که بیت ها را شنید گفت که دیگ و کاسه و کوزه را جمع کنید که اگر صدای خواندن این کلی بیموی به گوش پدرم برسه، یک تاری موی به سرم نمیمانه و مرا از خانه بیرون میکنه. کنیزان و دخترها دیگ ها و کاسه ها و کوزه ها را جمع کردند و میخواستند که برود که یک رون دل عرب بچه باز به جوش آمده گفت که مغل دختر حشر کرده، مرا از باغ بدر کرده، مگر میلی دیگر کرده، بیا نازک مغل من، بیا نازک مغل من، بیا خرمان گل من. وقتی که مغل دختر بیت های عرب بچه را شنید با خود گفت من چه وقت به او دل دادم که باز میل دیگر کس کرده باشم. مغل دختر روی خود را به طرف کنیزان کرد و گفت بیایید برویم که اینجا جای ما و شما نیست. عرب بچه دید که دختر می خواهد برود، با خود گفت که ای دل غافل، حالا چاره بساز و به فکر فرو رفت که یک مرتبه یک فکری در کلش راه یافت و شروع کرد به چیغ کشیدن که دلم درد می کند. مغل دختر که صحنه را دید زیاد پریشان شد و کنیزان را گفت که برای عرب بچه دوا بیارید. کنیزان قدر علف را جوش دادن و عرب بچه به جای خود نشست و یک بار دل آن
در جوش آمد و گفت که مغول دختر حبیب من، به درد دل طبیب من، خدا کرده نصیب من، بیا نازک مغول من. مغول دختر بعد از شنیدن بیت ها همراه 40 دختر دمی بخت به قصر خود رفت و به مادرش قصه کرد و گفت که تو همیشه می گفتی که عرب ها با من قومی داره. امروز یک کلی بیموی بیت المالی به باغ من آمد و هرچی که می خوان درباره عرب ها بود. مادرش گفت که آن کل به کجا رفت؟ مغول دختر گفت که به اتاق یک کچل رفت. مادرش فوری یک نفر خدمتی را صدا کرد و گفت که برو آن کل را که در اتاق کچل است با خود بیاور. نفر خدمت دویده دویده خدمت عرب بچه آمد و پیغام بیبیش را به او رساند. عرب بچه وعده داد که فردا می آیم و پس از آن به خانه پیرزن مادرخوانده خود رفت. لباس پادشاهانه را پوشید و صبح که آفتاب نیش زد و عالم روشن شد به قصر مغول دختر آمد. به مجردی که چشم عمش به عرب بچه افتاد او را شناخت و با او احوال پرسی چسب کرد. در این وقت مغول دختر از پشت پرده بدر شد و حمایل هایی که به گردن او بود به صدا در آمد. وقتی که عرب بچه صدای حمایلش شنید یک مرتبه دلش دوباره به جوش آمد و گفت که مغول دختر زجا خیزد، حمایل ها فرو ریزد، مگر خون عرب ریزد، بیا نازک مغول من. مغول دختر که بیت ها را شنید دست پاچه شد و دست خود را دراز کرد و گوشه گلیم را گرفت و تکان می داد. عرب بچه که صحنه را دید یک بار دلان در جوش آمد و گفت که مغول دختر ته خانه، گلیم با دست می گلانه، عرب را کرده دیوانه، بیا نازک مغول من. چشم مغول دختر که به عرب بچه افتاد تیر عشق عرب بچه به صدفه که سینه مغول دختر خورد که از پشت آن بدر آمد و به یک دل نه بلکه به صد دل به عرب بچه دل بست و عاشقش شد. مادر دختر که رموز فهم شد عرب بچه را گفت که قانون پادشاه مغول همین است که هر کس 40 شطور به یک قد و یک قامت و یک چهره و یک اندام و یک دندان تهیه کند پادشاه دخترش را به او می‌دهد. اگر تو هم عاشق دخترم هستی باید که همین کار را انجام دهی. عرب بچه از عمش پرسید که آیا تا به حال کدام شخص دیگری هم حاضر شده که این شرط پادشاه را قبول کرده باشه؟ عمش گفت بله، یک نفر به نام پلاشتغه 3 روز پیش این شرط قبول نموده و به دنبال 40 شطور دولت رفته است. عرب بچه که سخن را شنید دود از دماغش بیرون شد و از جای خود برخاست و از عمش دعای خیر گرفت و به دنبال 40 شطور هم رنگ و هم قد و هم چهره و هم اندام و به یک دندان و پر از دولت رفت. عرب بچه شب را شب ندانست و روز را روز تا این که به شهر پدرش رسید. به پدرش نامه نوشت که ای پدر مهربان، بدان آگاه باش که من نزدیک شهر رسیدم. پدرش بسیار خوش شد و او را به گرمی استقبال کرد و به شهر آورد. در هنگامی نان خوردن پادشاه از فرزندش پرسید که گب از چه قرار است. عرب بچه موضوع را از سر تا آخر به پدرش گفت. پدرش فوری 40 شطور دولت به یک قد و به یک قامت و به یک چهره، به یک اندام و یک دندان با دولتی بسیار به شطران بار کرد و به دست داروغه داد تا به شهر پدر مغول دختر ببرد. عرب بچه با پدر خود به اسب نشست و راه قبله زمین را در پیش گرفت. پدر و پسر دوستای عزیز، اگر ویدیو را لایک نکردین همین حالا لایک کنین و ما هم میپردازم به ادامه داستان. در سر دوراهی رسیدند و پادشاه عرب به فرزندش گفت که امشب در همین جا مقام میکنیم و فردا صبح حرکت میکنیم. شتران را خواب دادن و بار و بندل را پایین کردن و شب را در سر دوراهی سپری کردن. فردا که آفتاب نیش زد و عالم روشن شد، عرب بچه پیش اسب خود آمد و با خود نیت کرد که اگر تا آخر چای خوردن اسب من تمام علف های 4 طرف خود را خورد، مغول دختر را من صاحب می شوم و با خود می برم و اگر نخورد مغول دختر را پلشتغه می برد. عرب بچه به چای خوردن رفت و وقتی که پس آمد دید که اسب او را گرگ خورده. دود از دماغ عرب بچه بیرون شد و دل آن به جوش آمد و گفت که از ای پشته به ای پشته کور مادیان گرگ کشته، مگر بخت عرب گشته، بیا نازک مغول من. پدر عرب بچه که از موضوع واقف شد با پسرش گفت غم مخور که دنیا دو روزه و بخت مرد همراه مرد است.
عرب بچه گفت حال که بخت من برگشته بهتر است که خودم تنها بروم. عرب بچه تک و تنها با پای پیاده رو به صحرا گذاشت و به طرف قبل زمین حرکت کرد تا رسید به شهر پادشاه مغول. وقتی که عرب بچه به شهر آمد واقف شد که پیش از او پلشتقه 40 شتر دولت روان کرده و مغول دختر را داروغه هایش برده. اینجا بود که دل عرب بچه به جوش آمد و گفت که مغول دختر سحر رفته، بلی اسبی کهر رفته، از این منزل بدر رفته، بیا نازک مغول من. عرب بچه که بیت ها را بگفت راسن به اتاق کچل رفت و همراهش احوال پرسی کرد و برش گفت که ای لالا، مغول دختر را ببردن، بهتر است که من و تو هم برویم. هر دو به دنبال مغول دختر برا افتادن تا رسیدن به سر یک دوراهی و در اینجا بود که دل عرب بچه دوباره به جوش آمد و گفت که رسیدم سر دوراهی، مغول دختر کدام جایی؟ خداوندا تو آگاهی، بیا نازک مغول من. عرب بچه و کچل نیت کردند و یک راه را در پیش گرفتند تا به قافله مغول دختر رسیدند. کچل به عرب بچه گفت که ای برادر، تو هیچ چرت نمیزنی؟ دست و پای من از گرسنگی و تشنگی سست شد. چی بهتر که یک بیتی بگویی تا بلکه مغول دختر یک قوت لایموتی برای ما بده که بخوریم. در این حال دل عرب بچه به جوش آمد و گفت که مغول دختری در درگوش، سری دستم بگیر بفروش، بنیم من آرد و سی سرگوشت، بیا نازک مغول من. مغول دختر که صدای خواندن را شنید دلش زنده گشت و با خود گفت که عرب بچه گرسنه است. روی خود را به دخترخانه ها کرد و گفت که چیز خوردنی و نانی که دارید برای این مسافر بدهید. دخترخانه ها که گبی بی بی خود را شنیدن فوری کمی کیک و کلچه به دستمال بسته کردند و به عقب خود انداخت. عرب بچه و کچل کیک و کلچه ها را برداشتند و به دنبال مغول دختر براه افتادند. کوتاهی سخن که مغول دختر به نزدیک شهر پلشتقه رسید و با خود گفت اگر من را به شهر ببرن خدا می داند عرب بچه را ببینم یا نه. بهتر همین است که امشب در همین جا سپری کنم. داروغه های او که یکی کر و ناشنوا بود و یکی هم گنگ بود شتران را خواب دادن و تجیرها و خیمه ها را برپا کردند و مغول دختر نیز به تجیر خود رفت که بخوابد. نیمه های شب که شد عرب بچه خدا را یاد کرد و به طرف تجیر دختر رفت. گنگ که پیرهدار تجیر مغول دختر بود عرب بچه را بدید و به سوی رفیق دیگر خود که کر و ناشنوا بود اشاره کرد. کر هم فکر کرد که گنگ برایش میگوید بیا همراه هم به درون تجیر مغول دختر برویم. خیلی اعصابش خراب شد و مشت را بالا کرد و به دهن گنگ زد. هر دو رفیق به جان همدیگر افتادن و همدیگر را انقدر لت و کوب کردند که هر کدام در گوشه بیهوش افتادند. عرب بچه هم از فرصت استفاده کرد و تا صبح همراه مغول دختر قصه کرد. صبح که شد عرب بچه به پیش کچل آمد و داروغه ها تجیر را کندند و به طرف شهر پلشتقه حرکت کردند. کچل و عرب بچه به دنبال مغول دختر روان شدند و چند قدمی که رفتن کچل روی خود به طرف عرب بچه کرد و گفت که من و تو که به شهر می رویم هیچ پول و پیسه ای نداریم. بهتر است بیتی بگویی تا مغول دختر برای ما پول و پیسه روان کنند. دل عرب بچه دوباره به جوش آمد و گفت که مغول دختر گل آلو، پدر نالت کج پهلو، به توشه من بچه خالو، بیا نازک مغول من. مغول دختر که گب را فهمید روی خود را به دخترانی دمی بخت کرد و گفت که هرچی پول و پیسه دارید برای مسافران دنبال بدهید. دختران هم قبول کردند و مقداری پولی به دستمال بسته کردند و به دنبال خود رها کردند. کچل پولها را برداشت و به کیسه گذاشت و همراه عرب بچه به شهر داخل شدند. مغول دختر به قصر خود رفت و عرب بچه هم حیران و پریشان و سرگردان به هر طرف می گشت. کچل به عرب بچه گفت که ای لالا. عرب بچه گفت جان لالا، گفتیم شب به کجا برویم؟ عرب بچه گفت نمیدانم. کچل گفت که بهتر است گاوهای گاوچران را جمع کنیم، بلکه امشب ما را مهمان کند. هر دو گاوهای گاوچران را جمع کردند و پیش گاوچران آمدند. کچل به گاوچران گفت که مهمان میخواهی؟ گاوچران گفت که میخواهم. کچل گفت پس گاوها را هی کن که برویم.
باچران گفت که هنوز وقت است و روز هم بلند است. کچل گفت که امشب مهمان داری، اگر وقت تر بروی قیامت نمی شود. گاوچران قبول کرد و هر سه همراه گاوها به طرف خانه رفتند. مادری گاوچران که صدای گاوها را شنید خشمگین شد که چرا گاوها را وقت آورده. عرب بچه دست خود را به کیسه کرد و 10 روپیه به پیرزن داد. پیرزن که پولها را دید گفت بیایید که به خانه برویم. عرب بچه و کچل هر دو به خانه پیرزن رفتند و بعد از آن که چای و نان خوردند، عرب بچه به پیرزن گفت که ای مادر. پیرزن گفت جان مادر. گفت که امشب به این شهر چقدر سر و صدا است؟ پیرزن گفت معلومه که تو از این سوال کدام مقصد داری. عرب بچه 10 روپیه دیگر به پیرزن داد و گفت نه مادر، من هیچ مرام و مقصدی ندارم. پیرزن که 10 روپیه را گرفت گفت امشب عروسی مغول دختر و پلشتقه است. عرب بچه پرسید که مغول دختر و پلشتقه در کجا نشیمن دارن؟ پیرزن گفت قصر آنها در پشت خانه ماست و عرف ما مردم همین است که باید داماد تا 40 شب و 40 روز به پیش عروس نرود و در شب 41 حق رفتن به اتاق عروسه دارد. عرب بچه که یه گبه شنید خاطرش جمع شد و نیمه های شب خدا را یاد کرد و ریسمان را گرفت و در عقب قصر دختر آمد. توسط ریسمان در قصر بالا شد. هرچی که گردش کرد راهی ندید که پایین شود. یک مرتبه چشم آن به روشنی افتاد. از کاچخانه که نگاه کرد دید که مغول دختر بالای بستر خود خواب شده. عرب بچه خدا را به یگانگی یاد کرد و سری ریسمان را به کمرش بسته کرد و خود را از کاچخانه آویزان نمود. ریسمان کوتاه بود و عرب بچه در مابین خانه آویزان ماند. با خود گفت که ای دل غافل، حالا خوب گیر ماندی و راه خلاصی هم نداری. بهتر است که بیتی بگویی یا دختر بیدار می شود و تو را خلاص می کنه و یا مردم با خبر می شوند و تو را می گیره. همی بود که یک مرتبه دلش به جوش آمد و گفت که مغول دختر گل پنبه به خوب رفته نمی جنبه، عرب گرگم مغول دنبه، بیا نازک مغولی من. مغول دختر از خواب بیدار شد و چشم را که باز کرد دید که عرب بچه در مابین خانه آویزان است. مغول دختر برخواست و عرب بچه را پایین کرد. 40 شب و 40 روز با هم قصه و درد دل کردن. شب 40 دختر به عرب بچه گفت که برخیز و به خانه خود برو، چرا که فردا شب پلشتقه می آید. عرب بچه با پریشانی به خانه پرزن آمد. خب حالا خبر از عرب بچه را بگذار و از پلشتقه بشنو که او 2 زنی دیگر هم داشت. پلشتقه روی خود را به زنها کرد و گفت که لباس های من را آماده کنید که به دیدن مغول دختر می روم. با خودش به حمام رفت. زنهای پلشتقه با هم جور آمدن و با هم مصلحت و مشوره کردند که اگر پلشتقه به پیش مغول دختر برود دیگر هیچ وقت یاد ما را نمی کند. بهتر است که کمی نقل و شیرینی را به زهر آلوده کرده و در کیسه پلشتقه کنیم. اگر پلشتقه خورد و مرد ما هم می رویم به دنبال کار خود و شوهر می گیریم و اگر مغول دختر خورد و مرد چی بهتر؟ خلاصه کلام که هر 2 زن با هم اتفاق کردند و کمی نقل و شیرینی را به زهر آلوده کردند و در کیسه پلشتقه ریختند. پلشتقه که از حمام برگشت لباسهای خود را پوشید و به طرف قصر مغول دختر روان شد. در کمر زینه های قصر که بالا شد یک مرتبه یاد او آمد که کدام چیز خوردنی با خود نیاورده. از قضا فلکی دست خود را در کیسه خود کردید که در کیسه او نقل و شیرینی است. چند دانه نقل گرفت و در دهن خود کرد و با مجرد خوردن نقل جان به جان آفرین تسلیم کرد و بمرد. خدمتی ها و نوکری ها که خبر شدند مادر پلشتقه را خبر کردند. حالا پلشتقه را بگذار و از عرب بچه بشنو. عرب بچه که از موضوع مرگ پلشتقه واقف شد باز ریسمان را گرفت و به قصر مغول دختر بالا شد و از کاشخانه به پیش مغول دختر آمد و تا صبح با هم قصه کردن. صبح مغول دختر به عرب بچه گفت میفهمی که گب از چه قرار است؟ گفت نه. مغول دختر گفت که زود می روی و یک بوز گوش بلندی را از بازار خرید می کنی و به دروازه قصر پلشتقه می روی و بوز را می کشی و شیوان و غال مغال و ویلا برامندازی. مادر پلشتقه
فقط نزد تو می آید و از تو می پرسد که تو کی هستی و چرا گریه می کنی. تو به او بگو که ما و پلشتقه دو برادر خانده هم بودیم و دو جان بودیم و یک نفس. حالا که برادر من جوان مرگ شد و بمرد، این بوز را آوردم که برای او خیرات کنم. مادر پلشتقه که این گبرا بشنود، تو را به خانه خود میبرد و به فرزندی قبول میکند و بعداً برای تو پیشنهاد میکند که زنهای پلشتقه و مغل دختر را به خود نکاح کن. تو به مادر پلشتقه بگو که خاک برنگ مغل دختر. مادر پلشتقه از تو میخواید که مرا به شهر پدرم ببری. آن وقت است که من و تو با هم میرویم. عربچه که گبهای مغل دختر را شنید خوش شد و از خداحافظی کرد و به بازار آمد و یک بوز گوش بلند خرید و به دروازه قصر برد. بوز را بکشت و غال مغال و گریه و واویلا برانداخت. مادر پلشتقه که از موضوع با خبر شد نزد عربچه آمد و او را با خود به خانه برد و به فرزندی قبول کرد. چند مدتی که سپری شد، مادر پلشتقه نزد عربچه آمد و با او مشوره کرد که با مغل دختر چی باید کرد. عربچه گفت که بهتر است که او را به شهر پدرش روان کنی. مادر پلشتقه گفت که باید مغل دختر را تو ببری. عربچه قبول کرد و فوری شتران را باربندی کرد و دختر را به کجاوه شتر نشاند و به دست عربچه داد که به شهر پدرش ببرد. عربچه نزدی کچل آمد و او را با خود گرفت و چند فرسخ راه که رفتن، یک مرتبه دل عربچه به جوش آمد و گفت که از این شیله به این شیله شترها می کند لیوه، مغل دختر نو بیوه، بیا نازک مغولی من. عربچه که بیت ها را بگفت، بعد مغل دختر آمد از او قهر شد و با خود گفت که من کی به خانداری رسیدم که او بیوگی به من تنه می زند. عربچه فهمید که مغل دختر از او قهر شده، یک مرتبه دوباره دلش به جوش آمد و گفت که از این شنغر به این شنغر شترها می خورد کلغر، مغل دختر به ما بینگر، بیا نازک مغولی من. راویان اخبار، ناقلان آثار و محدثان شیرین گفتار روایت کردند که چون عربچه بیت ها را خواند، مغل دختر خوشحال شد و برای عربچه گفت که من را به شهر خودم میبری یا به شهر پدر خود. عربچه گفت که تو را به شهر پدرت میبرم و من به شهر خود میروم، مال و دولت گرفته و از پدر تو را خواستگاری میکنم. مغل دختر گفت که تو چی مال و دارایی داری که به پدرم پیشکش بدهی؟ عربچه که این گب را شنید، یک مرتبه دلش به جوش آمد و گفت که 300 گله میش دارم، 300 چوپان خش دارم، اگر خواست خدا باشد عروسی تور به پیش دارم، بیا نازک مغول من، بیا خرمن گول من. مغول دختر فهمید که گب از چه قرار است، فوراً به عربچه گفت که بهتر است که مرا به شهر پدر خود ببری. عربچه به کچل گفت که شتران را به شهر پدرم هی کن. به نزدیک شهر پدرش که رسید، نامه نوشت که ای پدر مهربان، بدان و آگاه باش که من مغل دختر را همراه مال و دولت آوردم. پدر عربچه که از آمدن بچهش خبردار شد، لشکر و سپاه را جمع کرد و به جلو پسرش توپهای شادیانه زدند. قاضی و مفتی را صدا کردند و مغل دختر را برای عربچه به نکاح درآوردند و 7 شب شهر را چراغان کرد، هندو را خام داد، مسلمان پخته و به ما که نبی گادیوان هستم نرسید یگر زن تی دیگی سوخته. پادشاه عرب که از غم پسرش فارغ شد، تخت و تاج پادشاهی را به پسرش داد و خودش پوستی نگرفت و در کنج مسجد 5 وقت نماز میخواند و به حق پسرش دعا میکرد. عزیزان دل، این بود داستان شیرین و زیبای عربچه و مغل دختر. سپاس فراوان که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه و برای حمایت از ما حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر عضو کانال ما نیستید همین حالا سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم فعال سازید و همچنان نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتان رو می توانید در بخش کامنت با ما شریک سازید. تا اینکه باز هم با یک ویدیو دیگر در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم، همگی شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپارم.